به نام خدا. سلام مجدد دارم خدمت شما بینندگان خوب سایت فدراسیون والیبال و شبکه آنتن با پخش سومین و آخرین دیدار از هفته اول لیگ برتر والیبال بانوان در خدمتون هستیم. جدال تیم خودروساز پیکان با لباس‌های آبی کمرنگ در سمت راست در مقابل تیم فولاد مبارکی سپاهان با پیراهن‌های مشکی و زرد که در این بازی حاضر شدن. فریبا صادقی بعد از سالها هدایت و سکانداری تیم زباهن به تیم رقیب یعنی سپاهان رفت و تشکیل تیم قدرتمند رو برای این فصل از رقابت‌های لیگ برتر داده که حالا من در طول بازی خواهم گفت چه بازیکنایی در تیم فولاد مبارکه سپاهان هستن. پیکان هم کاملا به عنوان تیم مدافع عنوان قهرمانی دچار تغییر تحولات اساسی شد. به نوعی تیمی جوان و با تجربه رو در این دور از لیگ ملت‌ها خواهد داشت، ببخشید لیگ برتر خواهد داشت. نتیجه کار اولین آبشار و بازیکن شماره 22 پیکان به خارج از زمین میزنه که سپینود دست برچم باشه که به هر حال نتونست از این موقعیت استفاده کنه. بازیکنی که در قطب پاسور بازی میکنه، داور اول این دیدار زهرا شیری، داور بین المللی فرناز قوی‌دل، دیگر داور بین المللی ما هم داور دوم هست هاجر نجاتی زاده، نماینده سازمان لیگ هست سرکار خانم منصوره صادقی به عنوان ناظر داوری در این بازی حاضرن. نتیجه کار یک بر یک هست. من فقط عرض کنم که برای تیم پیکان امروز یار 22 سپینود دست برچن به عنوان بازیکن قطر پاسور، بازیکن شماره 9 زهرا قنواتی، بازیکن شماره 6 تامینه درگزنی، بازیکن شماره 1 ستایش جبلی، بازیکن شماره 14 خانیه محتشمی پور و بازیکن شماره 3 بازیکن پیکان یه مدار کار سخت کرده بر ما، اما به هر حال خواهم گفت کدام بازیکن ها یار 8 این تیم. اسما سعیدی که برای تیم حال متقیان هم با شماره 10 لیبرو این تیم هست به سرمربیگری خانم پدیده بلوری زاده که سرمربی این فصل جدید پیکانی هست. اما برای تیم تیره پوش سپاهان در بازی امروز سمانه سیاوشی و شماره 3 پاسور این تیم هست، یار شماره 7 این تیم زهرا شیری هست، یار شماره 2 مونا دریس محمودی هست، بازیکن شماره 16 این تیم هم مهدی رحیمی زاره هست، بازیکن شماره 17 این تیم هم فاطمه عنایت هست و بازیکن شماره 4 این تیم هم فرزانه مرادیان گنجه به سرمربیگری سرکار خانم فریبا صادقی. تیمی که کاملا دگرگون شده، چهرهای سرشناسی مثل ریحانه داورپناه و فرنوش شیخی رو هم در اختیار داره. تیم سپاهان حتما امسال حرفای بیشتری برای گفتن خواهد داشت. زباهن هم به حال با آمدن میترا شعبانیان پور و سابقه و خدمتی که داره باید دید بازی اول هفته اول رو به تیم اوران یزد در میان شگفتی 3-2 واگذار کرد. حالا یک پاس برای منطقه 4 به خوبی دستشون میخونن، یار 19 فاطمه سفری است که اسمش هم یادم رفت بگم، بازیکن فصل پیش پیکان هست، بازیکنی که در قطر پاسور یکی از بازیکنهای بزرگ هست. قنواتی برای پیکانیا پاس میده، سرویس رو در تساوی 3-3 یار 16 میزنه مهدی رحیمی زاره به خارج از زمین، چهارمین امتیاز رو هم پیکان میگیره. پیکانی که دل به تجربه تامینه درگزنی و خانیه محتشمی پور و خاله متقیان بست. سرویس رو سپینود میزنه، سپینود دست برچن، بازیکن جوانی که فصل گذشته خوب بازی کرد. بازم قنواتی برای دست برچن، آبشارش رو میزنه، امتیاز پنجم هم برای پیکان ثبت میشه. پیکان 5 فولاد مبارکی سپاهان اصفهان 3. همچنان سپینود دست برچن در خط سرویس هست برای پیکان.
این بار به خارج زمین. پریسا رحمتی یا زهرا، نه ببخشید زهرا شیری، در خط سرویس برای فولاد مبارکه. سرویس خوبی رو میزنه، مستقیم مشخص هم بود. تو وقتی از روی نوار تور حرکت کرد مشخص بود که کار دریافت در تیم پیکان سخت خواهد بود. 5-5 بازی مجدد مساوی میشه. باز هم زهرا شیری در خط سرویس هست برای فولاد مبارکه، دریافت صورت میگه. بازم قنواتی که پاس بدی رو ساخت. حالا یک بار دیگه یار 19 فاطمه سفری، بازیکن شب دستی که جاش در ترکیب تیم ملی خالی بود در رقابت هایی که پشت سر گذاشتن، اگرچه آیتک سلامت رو هم ما داشتیم با هم اونا آشفتم در همین پست قطر بازور در ترکیب تیم ملی قرار میگیره. یار 7 بازم زهرا شیری، تامینه درگزنی، دریس محمودی میکشونه منطقه 4. ضربه یار 17 برگشت میده بازیکن با تجربه فاطمه عنایت که بازیکنای زبوهن بودن، سه بازیکن زبوهن به ترکیب تیم فولاد رفتن، یکیش همین عنایت هست که در منطقه 4 خطای بازیکنای سپاهان گرفته میشه. نتیجه برابر 6 در سالن والیبال آزادی. دو بازی برگزار شد، سه بر سه مرسان تهران مثل رفسنجان رو شکست داد. هوران یزد در میان شگفتی در هفته اول 3-2 بر تیم قدیمی زباهن غلبه کرد. سرویس رو پیکانیا میزنه، برگشت میشه. بازم قنواتی یه پاس کوتاه بالاسر برای درگزنی. حالا درگزنی در مقابل فاطمه سفری قرار میگیره، کاری نمیتونه انجام بده به هم بگیره. یار 8 اسما سعیدی به نتیجه 7-6 برمیگرده به سود فولاد مبارکه. فاطمه سفری در خط سرویس هست، بازیکنی که چند فصل رو کامل در خدمت پیکان بود. دریافت از خاله متقیان، یکی از لیبروهای خوب والیبال ما اوست. حالا یک پاس کوتاه برای مونا دریس محمودی، نرسید به توپ روی سرویسی که سمانه سیاوشی که سال گذشته برای پیکان بازی میکرد. 7-7 چند بازیکن پیکان مثل فاطمه سفری و سمانه سیاوشی حالا در مقابل تیم سابق خود قرار گرفتن. 7-7 بازی مساوی. پدیده بلوریزاده هم جانشین فاطمه رشیدی شده که به تیم مرسان رفت. حالا یک پاس کوتاه برای دریس محمودی، ضربهشو میزنه درست در منطقه 1، فرود میاد. حالا پیکانی ها اکثر ترکیب تیم ها به هم ریخته. سرمربیگری تیم سایپا هم به نیلوفر حجتی رسید، در حالی که ما فاطمه شعبان خمسه و مریم هاشمی رو فعلا بیرون از گود مربیگری داریم. دو مربی خوبی که به دلیل عدم حضور پررنگ اسپانسر در والیبال و سرمگذر در والیبال بانوان، حیفی که این مربی ها بیرون از گود والیبال بمونن. هم خمسه که سرمربی تیم زیر 16 سال ایران بود، هم فاطمه هاشمی که سالهای سال در کادر فنی تیمهای ملی مختلف کشورمون حضور داشت. حیف به هر حال مربیایی که شناخته شده هن، اثرگذارن و حیف که اصلا والیبال لیگ برتر والیبال 7 تیمی باشه و چرا 10 تیمی نباشه، چرا استقبال از این رشته ورزشی کم باشه در بخش بانوان. حالا یک بار دیگه فرصت، قنواتی بازش خوب نبود، توپ رو به راحتی فقط به زمین حریف هدایت میکنه. حالا فرصت هست برای یار 16 برگشت توپ، موفق یار 16 حانیه متجمی بود با تجربه هست. امتیاز 8 هم برای پیکان به دست میاد، 9-8 همچنان به سود فولاد مبارکه سپاهان. برای دریافت در واقع 2 لیبرو رو دارن، یار 14 الهی حلاج میاد در هنگام توپگیری، هم یار 4 فرزانه مرادیان گنجه که سابقه بازی در تیمای اصفهانی رو داره. باز هم آبشار از
خانی متشنگور تو بر میگرده. بازم سمانه سیاوشی این بار برای دریس محمودی توپ او رو جمع میکنن. حالا برای بازیکن شبدست به خارج زمین میفرسته یار 11 رخسانا جدی بود که از این توپ نتونست حداکثر استفاده رو به عمل بیاره. 10 دریس محمودی در خط سرویس قرار میگیره، مونا دریس محمودی که در بازیهای تیم ملی هم حضور داشت، سالها برای زوبو هم بازی کرد، سرویسش رو میگیره. خاله متقیان او عمل اسمان هست، یه گل دیگه فرصت برای بازیکنای پیکان هست، این بار در منطقه 2 جواب میگیره. یاره 8 بود اسما سعیدی، هم آبشار اینو زد هم به نظر میرسه یک امتیاز پیکان رو نداده باشن. اشتباه از تابلو، 10-9 باید بشه. حالا در درست میشه تابلو. یک لحظه حواسمون به همه جا هست، اما نتیجه حالا درسته، 11-9 در حالی که امتیاز پیکان رو نداده بودن. آبشاری که اسما سعیدی زده بود، سرویس رو سمانه سیاوشی میزنه، بازیکنی که سابقه بازی در تیمای باریچستان ز کاشان به خارج زمین میره و پیکان تهران رو هم داره. یک بار با پیکان قهرمان شد، یک بار با باریچستان ز کاشان و در حقیقت با دو تیم مختلف دو جام قهرمانی رو در کارنامه داره سمانه سیاوشی. سرویس رو در گزنی میزنه برای پیکان، بازم برای یار 16 موفق هست، نمیتونن جای خالی او رو جمع کنن. یار 16 بود مهدی رحیمی زاره، با یک جای خالی امتیاز 12 رو برای سپاهان گرفت. خود مهدیه سرویس رو میزن، مهدیه بازم سمانه سیاوشی روی نوار تو در منطقه 4 برای عنایت موفق هست. 13 امتیاز هم برای فولاد مبارک سپاهان ثبت میشه. حالا پیکان به یک بار 3 امتیاز عقب میمونه و وادار میشه که فدیده بروجزاده تقاضای وقت استراحت کنه، یک وقت استراحت 30 ثانیه‌ای برای اینکه شاید بتونه دوباره تمرکز رو به تیم پیکان برگردونه. هفته اول این رقابت هاست، هفتیم که هر هفته یک تیم به اجبار با قرعه استراحت مواجه هست. 6 هفته بازی رفت خواهد بود، 6 هفته بازی برگشت خواهد بود و بعد تیم‌های اول تا چهارم به مرحله پلی‌آف نیمه نهایی مستقیم خواهد رفت. تیم اول با چهارم، دوم با سوم رفت و برگشت بازی خواهند کرد. در بازی‌های دو هسته تیم‌های برنده به فینال خواهند رفت، تیم‌های بازنده هم برای بازی رده‌بندی انتخاب خواهند شد، تیم برنده هم به باشگاه آسیا خواهد. مهدی رحیمی همچنان در خط است، بازم قنواتی، بازم بازیکن شبدست یار 11 بود، تو پشت دفاع با خوبی توپ گیری میشه. حالا فرصت هست برای ارسال توپ، اسما سعیدی اشتباه میشه. 14 امتیاز رو هم فولاد مبارکه سپاهان میگیره تا مهدی رحیمی زاره همچنان در خط سرویس باقی بمونه. دریافت نشنده. خب حال متقیان پاس باساید برای یار 1 ستایش جبلی موفق هست، امتیاز 11 برای پیکان به دست میاد، 14-11. با توجه به ترکیب تیم من فکر میکنم که سایپا و فولاد مبارکه سپاهان شانس بیشتری نسبت به بقیه برای جنگ صدر نشینی داشته باشن. یک آبشار خوب از فاطمه عنایت، عالی میزنه آبشارش رو، فاطمه عنایت موفق میشه که امتیاز 15 رو برای فولاد مبارکه سپاهان بگیره تا یار 7 زهرا شیری مجددا به خط سرویس بره. دریافت به خوبی، حالا یک پاس کوتاه بالا سر برای درگزنی
بازم فاطمه عنایت اشتباه بازیکنای پیکان در برگرداندن توپ بین اسما زیدی و حال متقیا میتونست این کارو به نوبه حسن انجام بده اما نشد. شانزده یازده به سود فولاد مبارکی سپاهان هست. زهرا شیری بازم سرویس های خوبی رو میزنه. قنواتی برای منطقه چهار آبشار ستایش جبلی رو جمع میکنن، باز هم یک آبشار خوب اما تو به دست دفاع اصابت داشت. فاطمه عنایت زد، خط نگهدار پرچمش رو بالا برد به علامت داخل نبودن توپ، اما زهرا شیری به خوبی دید. اعتراضی آمد بازیکن تیم مقابل ندیدیم. 17-11 به سود فولاد هست. یک بار دیگه پاس با ساعد برای عقبتر، ضربه حالا یک کار سرعتی اما به مونا دریس محمودی نرسید. نتیجه بازی 17-12 به سود فولاد مبارکی سپاه. سرویس رو پیکانیا در اختیار دارن، ستایش جبلی میزنه، به خوبی توپگیری میکنه. حالا برای اسما سعیدی برگشت توپ از یار 11 رکسانا جدی و در برگشت به داخله دو بار به توپ ضربه میخوره. داورم خوب میبینه سرکار خانم شیری. نتیجه 17-13 هست. بازم ستایش جبلی به خط سرویس میده. هنوز سرویسشو نزده. دریاب به خوبی میرسه. برای فاطمه صفدی امتیاز 18 رو میده. او یکی از بازیکنهای خوب فصل پیش لیگ برتر هم او بود. 18 سیزده. اما در میان تعجب به اردوهای تیم ملی دعوت نشد. 18 سیزده. فاطمه صفدی که حالا از پیکان کوچ کرده به اصفهان و تیم فولاد مبارکه. یک آبشار خوب از ایار 12 پیکان، یعنی ریحانه سادات فاضلی که از سوی خانم بلورزاده به میدون اومد. آماده میشه که سرویسشو بزنه. نتیجه 18-14، 4 امتیاز اختلاف است. پیکانی هنوز امیدوارن که به بازی برگردن. هنوز سرویس زده نشده. با از سود داور باید به صدا در میاد. اجازه زدن سرویس رو میده. به خارج زمین. یار 12 بود، ریحان سادات فاضلی بود که سرویس رو به خارج زد. 19 امتیاز از دست داد تا عنایت در خط سرویس. پاس با سعید از قنواتی، توپگیری عالی از خود عنایت، مهدیه رحیمی زاره در منطقه 4 با یک ضربه دیواری امتیاز فولاد مبارکه رو به 20 می‌برد. بازم فاطمه عنایت این بار کاملا مشخص بود، یعنی از قبل از اینکه اصلا توپ به وسط تور صحبت کنه مشخص بود سرویس خوب نبود. بلورزاده صحبت میکنه با بازیکنهای تیم پیکار. اولین هفته از هنوز راجع به کیفیت فنی تیم ها نمیشه خیلی ریز شد. دریافت توپ رو به خوبی میرسونه یاری 4 فرزانه
بیاری شار فرزانه مرادیان گنجی 20 شان قنواتی در خط سرویس پاسور پیکان هست مرادیان برمیگردونه توپ رو دریس محمودی ضربه اسما سعیدی سیاوشی مهدیه رحیمی زاره این بار جای خالی حاله متقیان چه پاسی رو ساخت عالی بود کارش فرصت بازم برای مهدیه رحیمی زاره توپش به دست دفاع صحبت می کنه 21 شان دریس محمودی سرویس میزن حاله متقیان قنواتی و باز هم یاره چارده پیکان بود که این امتیاز رو گرفت خانیه متشنی بود که در قطر او تامینه در گزنیست سرویس رو پیکانی ها میزن در منطقه یک سوم سیاوشی برای فاطمه سفری دفاع میشه 18 امتیاز رو پیکانی ها میگیرن 21 بازم سمانه سیاوشی جنگو میبازه به خانی محتشمی پور همتیمی سابقش 21 میزه خب فریبا صادقی این بار وقتی استراد رو فولاد مبارکی سپاهان میگیره که به فاصله 2 پیکانی ها رسیدن در هفته اول دوران یزد سه بر دو زبوهن رو برد نرسان تهران هم 3-0 مقابل تیم مثل رفسنجان پیروز شد تمامی بازی های لیگ برتر والیبال بانوان روزای جمعه فعلا برگزار خواهد شد تا در نهایت شاهد معرفی تیم قهرمان برای حضور در باشگاه آسیا باشیم سرویس رو همچنان پیکانی ها در اختیار دارن یک دریافت بعد از مهدیه رحیمی زاره و در نهایت این مهدیه رحیمی زاره از یه جبران میکنه 22 امتیاز رو به زیبایی میگیره در حالی که خطر بیخ گوش فولاد بود قنواتی برای یار 11 رکسانا جدی آبشارش به خارج میده 23 امتیاز هم برای فولاد مبارکی سپاهان رقم میده این بار پدیده بلوریزاده دومین و آخرین وقتی استراد رو برای پیکان درخواست میکنه نتیجه بازی 23-19 به سود حریف اصفهانی فولاد مبارکه سپاهان هست اینم جایگاه ویژه و داورای بازی قبلی رو که در سالن حضور دارن زینب حقی که بازی قبلی رو به همراهی سمانه اسدیان قضاوت کردن و این هم
زمین بادی و سرویسی که سمانه سیاوشی میزن. این بار هم رخسانا جدی بود، یار 11 پیکان در منطقه دو امتیاز 20 بود. بیست. هانیه محتشمی پور سرویس بود. باز هم یک آبشار خوب از رکسانا جدی. فاطمه سفری موفق هست، بازیکن پیشین پیکان در مقابل تیم فصل گذشتهش. 24-20 به سود فولاد مبارکه سپاهان. یک امتیاز دیگر تکلیف دست اول رو روشن خواهد کرد. متقیان دریافت میکنه. حالا ورصد برای یار 12 بود، ریحانه، سعادت فاضلی، برگشت توپ، قنواتی. این بار منطقه چهار جای خالی رو به خوبی پر میکنن. ضربه ستایش جبلی رو توپ دفاع کرده رو هم یار 12 ریحانه سعادت فاضلی به خارج میفرستد. 25-20 دست اول به سود فولاد مبارکه سپاهان در مسافه با پیکان تمام بشه. استراحت کوتاهی میکنیم، به مد شروع دست دوم بار دیگه خدمتون خواهیم بود.
خب به دست دوم میریم. 25-20 نتیجه دست اول دیدار تیمای فولاد مبارکی سپاهان و پیکان بود که به سود حریف اصفهانی تمام شد. حالا زمین بادی عوض میشه. پیکانیا در ظل شمالی و فولادیا در ظل جنوبی سالن والیبال آزادی اولین آبشار رو بازیکنای فولاد میزنن. حالا از منطقه 2-4 برای فاطمه عنایت اولین امتیاز رو بازم فولادیا میده. تا اینجای کار فولاد با توجه به بازیکنای خوبی که در این فصل جذب کرده بسیار خوب ظاهر شده. سرویس رو بازیکنای فولاد میزنن. یک آبشار خوب از بازیکنای پیکان در منطقه 4. نتیجه بازی رو رکسانا جدی است که برابر 1 میکنه. ستایش جبلی برای پیکان سرویس خواهد زد. دریافت با پنجه در زمین زبان خطا میکنه. خطای خانی متشمی پور درست بود. زهرا شیری داور خوب بود. امتیاز 2-1 به سود فولاد مبارکه سپانه. داوری ها در مجموع دوتا بازی تهران، حالا این بازی که در ابتدای راست بازی قبلی هم بازی بد نبود، یکی دو مورد اشتباه به حال وجود داشت. یک بار دیگه سرویس زده میشه از سوی فاطمه سفری. آبشار خوب از رکسانا جدی، اما این بار به خارج زمین. نتیجه 3-1 میشه به سود ها. معتقده تو به دست دفاعی زباهن خورده. فریبا صادقی چقدر خوب و مدیریت میکنه، تدبیر به خرج میده بدون اینکه اصلا عصبانی بشه یا سعی میکنه که آتش اعتراض بازیکنهای تیمشو خاموش کنه. 2-2 تیم مساوی. این بار سرویس رو به تور میزنه خانی محتشمی پور. سرویس رو فولادیا زده. یک توپگیری برگشت توپ خطا، باز هم از این بار تامینه درگزنی خطای او رو میگیره و توپ رو تشخیص میده که خانم شیری در روی تور به سود سپاهان بود. یعنی نباید به حریم زمین حریف نفوذ کرد. 4-2 میشه. بازم عنایت سرویس میزنه. این بار برای 11 رکسانا جدید شرط خوبی نداشت. حالا عنایت میفرسته برای مهدی رحیمی زاره، موفقت بازیکن جوان در منطقه 4 تیم. نتیجه 5-2 به سود فولاد مبارکی سپاهان است. خب پیش بینی هم میشد که پدیده بلوری زاده این بار دیانا رشیدی مهرآبادی رو جانشین پاسور خودش زهرا قنواتی میکنه. ببینیم این تغییر، این دیانا رشیدی. باز هم خطای رد رو میگیره خانم شیری. 5/6 امتیاز هم باید از دست داده باشن. بخ 6-2 دریافت خوبی در زمین پیکان صورت نگیره که دیانا رشیدی بتونه به بد به ورود پاس بدی رو هم نسخه. این بار فرصت داره. خیلی خوب نبود پاسش برای رخسانا جدی. 7 امتیاز رو هم فولاد میگیره. فولاد مبارکه سپاهان 7، پیکان تهران 2. وقتی استعداد رو پدیده بروزداده میگیره، سرمربی این فصل پیکانی.
برمیگردیم مجدد به بازی. همچنان فاطمه عنایت برای فولاد مبارکی سپاهان بازیکن فصل پیش زبان هست. یک تلاقی در دریا و این بار گم کردن توپ از سوی بازیکنهای فولاد مبارکی سپاهان که امتیاز برای پیکان میشه. 7-3 به سود فولاد هست. رکسانا جدی به خط سرویس میره برای پیکان. دریافت با پنجه از یار 16 مهدیه رحیمی زاره موفق است. بازیکن خوبی نشون داد. چند بازیکن جوان در همین ابتدای فصل نشون دادن میشه رو اونها حساب کرد. یکیش همین مهدیه زاره. 8-3 دیانا رشیدی برای منطقه 4 برگشت میشه ضربه از خواستیدی. بازم رشیدی این بار توپ اصلا هماهنگ نبود با تامینه درگزنی. نهمین امتیاز پیکان به لحاظ شکل بازی یک مقدار ناهماهنگ است. هنوز اون هماهنگی بایسته بین بازیکن‌های اصلی تیم شاهدش نیست. بازم رشیدی یک آفشار برگشت میشه. بازم رشیدی این بار یار 11 رکسانا جدیدی که جانشین سپینود دست برچند شد. بازم امتیاز رو فولاد مبارکی سپاهان میگیره. 10-3 دیانا رشیدی بر میگرده و مجدد زهرا قنواتی به جای خودش در ترکیب پیکان قرار میگیره. 10-3 تأثیری نداشت و دریس محمودی سرویس میزد. بازم فرصت هست برای یک کار خوب سرعتی از یار 7 زهرا شیری. توپگیری عالی از سفری. آبشار خوبی که زده میشه مجدد برمیگرده. باز هم سمانه زیاوجی این بار برای مهدی رحیمی زاره عالی میزنه. 11-3 به سود فولاد مبارکی سپاهان. بازم دریس محمودی سرویس میزنه. قنواتی با مش فقط میتونه توپ رو برگرده، اما همین توپ هم به راحتی تبدیل به امتیاز میشه در زمین فولاد مبارکی سپاهان. یار 3 بود که نه، یک لحظه اشتباه کردم. بازیکن فولاد یار 7 بود، به دنبال توپ بود، نتونست توپ رو کنترل کنه. لیبروی شماره 14 هم به میدون میاد برای فولادیا که الهه حلاج باشه. سرویس رو میزنن بازیکنای پیکان. یک بار دیگه آبشار لنگی از یار 7 زهرا شیری از منطقه 3 میره منطقه 2. به راحتی ضربه‌ش رو میزنه. 12 امتیاز رو هم اومی. بازم قنواتی میسازه برای پشت خط زن. ببینیم خطای معدیه رحیمی زاره رو در زیر تور داور دوم میگیره که فرناز قوی دل باشه. دو داور برجسته بین المللی محمودیت پیدا کردن که این بازی رو قضاوت کنن. جالبه داور سوم هم هدیه صابری، دیگر داور بین المللی خوب کشوره. سرویس رو در گزنی میزنه. این بار برای فاطمه سفری در منطقه 4 آبشارشو میزنه. امتیاز 13 برای فولاد ثبت میشه. مهدی رحیمی زاره میره در خط سرویس. دریافت توسط ستایش جبلی. برمیگرده توپ رو رکسانا جدی. سیاوشی میسازه برای منطقه 4 فاطمه عنایت، اما ضربش به خارج زمین. 13-6 حالا باز هم فاصله زیاد هست. 7 امتیاز اختلاف به سود شاگردان فریبا صادقی در تیم فولاد مبارکی سپاهان.
سرویس رو پیکانی ها در اختیار دارن. زهرا قنواتی میزنه پاسور پیکانی ها. باز هم فرصت برای فاطمه سفری، انگیزه زیادی داره در مقابل همتیمی های سابقش پیکان. حالا یک امتیاز دیگر رو هم پیکانی ها میگیرن. 7 پیکان 13 فولاد مبارکه. قنواتی سرویس دیگری رو خواهد زد. عالی میزن. بازم برای فاطمه سفری پشت دفاع. خود قنواتی به توپ میرسه. یا خالی در منطقه چا ستایش جبلی. این بار خطای سپانیا رو زهراش گیری میگیره تا نتیجه کار 13-8 بشه. بازم قنواتی این بار دیگه به تور میاد. 14 امتیازم برای فولاد ثبت میشه. سرویس زهرا شیری هم به تور حسابت میکنه. نتیجه 14-9 میشه. ستایش جبلی به خط سرویس. بازیکن جوان پیکانیا. دریافت به خوبی نمیرسه. زمان سیاوشی از عقبتر ضربه دریافته. مهدی زاره، رحیمی زاره خیلی خوب نیست، اما بازیکن بسیار آینده داریست. با اندکی توجه و بهبود دریافتاش میتونه به یک بازیکن مطمئن و کامل تبدیل بشه. با توجه به فیزیک خوبی که برای والیبال داره. بازم مهدی رحیمی حالا برای یار 17 عنایت برگشت توپ. ستایش جبلی و مهدی رحیمی زاده کردن. اصلا نگذاشت، خیلی سریع ثابت کرد که در توپگیری و دریافت یک مقدار باید خیلی روی این بازیکن‌ها کار کرد. در یه بخشایی از بازی علیرغم همه استعدادهای خوبی که دارن باید آموزش بیشتری ببینه. 14-11 به سود فولاد هست. سرویس رو ستایش جبلی خواهد داد. زمین بازی هم خوش میکنه. ستایش جبلی همچنان در خط سرویس برای پیکان. دریافت با پنجه از عنایت. حالا فرصت هست. یاری 14 میسازه برای اسما سعیدی که پاسی رو ساکانی متشبی بور چارج آبشاری زد. اسما سعیدی 12 امتیاز رو میگیره. حالا فریبا صادقی سرمربی با تجربه فولاد مبارکه سپاهان تقاضای وقت استراحت میکنه. ستایش جبلی همچنان در منطقه سرویس. بازم یک سرویس خوب به خوبی دریافت میکنه فرزانه مرادی. و باز هم این فاطمه سفری است که از بحران خارج میکنه تیم فولاد رو در منطقه 2. 15 امتیاز به نام او ثبت میشه. بازیکن پیشین پیکانیا در مقابل تیم سابقش امتیاز میگیره. خود سفری در خط سرویس همین بازیکنی که ملاحظه میکنه به سختی حال متقیان. آفشاری که زده میشه به خوبی جمع میشه. سمانه سیاوشی یه پاس بلند برای عنایت. فرصت برای آلا زوبیا هست. فرزانه مرادی بازم جا برای جای خالی.
برمیگردونن توپ رو، بازم سمانه سیاوشی، حالا یه گلشار لنگی از مونا دریس محمودی، 16 امتیاز میگیره و حالا فاصله باز هم به 4 امتیاز میره. فاطمه سفری در خط سرویس به خارج زون 16-13. سرویس رو هانیه محتشمی پور دریافت از فرزانه مرادیان، بازم آبشار لنگی از مونا دریس محمودی، امتیاز 14 رو هم باید حالا فاطمه عنایت به خط سرویس میره، ببینیم سرویسش چگونه خواهد. عنایت متقیان آبشار رکسانا جدی رو بر میگردن، حالا بار دوم این سمانه سیاوشی است که برگشت توپ رو انجام میده، باز هم برای رکسانا جدی، نه یاره 8 بود، اسما سعیدی به خارج فرستاد، 18 امتیاز رو اسما سعیدی به تیم فولاد میده. اسما سعیدی بود بار قبلی هم از منطقه جارزد، حالا یار 15 رو به میدون میاره خانم بلوریزاده، ببینیم این تغییرات چقدر میتونه کمک حال یار 15 مبینا غفاریان هست. بازم قنواتی یک کار سرعتی برای تامین درگزنی، حالا فاطمه سفری هر پروازش بوی امتیاز میده. نوزده سرویس رو فاطمه عنایت خواهد داد. فاطمه عنایت سرویسشو میزن، بازم زهرا قنواتی و این بار خطای پیکانیا گرفته میشه، 20 امتیازم راحت، حالا روی اشتباهات فردی که در حال افزایش هست. یاره 11 رو هم از بازی خارج میاره، یاره 22 رو به میدان میاره، یعنی سفینود دست برجن یاره 12. ببینیم با آمدن دوباره سفینود وضعیت چه خواهد شد. سرویس رو عنایت میزنه، بازم توپ رسانی خوب از فولادیا، امتیاز 14 رو میگیره، 24. سپینود دست برچن میره به خط سرویس، دریافت میشه توسط یار 14، برگشت میکنن توپ رو، حالا روی توپ برگشتی هم بیگانی ها ناموفقن، امتیاز 21 رو از دست میدن، حتی زوبیا توپ رو برگردوندن، باز هم تعویض. اسما سعیدی برمیگرد، با تجربه تر است اسما، اسما سعیدی جانشین یار 15 میشه که به میدون اومد، مبینا غفاریان، مونا دریس محمودی سرویس میده، قنواتی نرسید، اما حالا جالبه ببینیم چه اتفاقی افتاد. فرناز قویدر رو میخواد، به نظرم میرسد امتیاز برای پیکان بود، بله درست هست. آفرین به زهرا شیری که بعد از فراخواندن داور دوم
رأیش رو تغییر میده، حق و به حق دار میده. مرغ او یک پا نداشت، 21 پا نداشت. سیاوشی پاس خوب برای معدیه رحیمی زاره، امتیاز 22 هم برای فولاد سب میشه تا خود سمانه سیاوشی به خط سرویس بره. او پیکان رو در باشگاه آسیا هم همراهی کرد. دومین وقت استراحت رو هم پدیده بروجزاده از پیکان گرفت. خیلی از بازیکن‌های فصل پیش پیکان به تیم‌های مختلف رفتن. سمانه سیاوشی، فاطمه سفری رو که در این تیم دیدید، تعدادی به تیم مرسان نقل و مکان کردن. مهسا کدخدا و پوران زاره به عنوان دو بازیکن برجسته پیکانی هم به تیم سایپا رفتن. نیمکت تیم‌ها تغییر کرد، ترکیب تیم‌ها تغییر کرد. با جابجایی مربیان، کادر فنی تیم‌ها هم دچار تغییر تحول شد. همه این اتفاقات در راستای تغییراتی بود که باشگاه ها یا تیم ها انجام دادن. سمانه سیاوشی در خط سرویس، دریافت از حاله متقیان. حالا یه پاس کوتاه بالا سر، ضربه درگزنی و این آبشار خوب از فاطمه سفری دریافت کردن. حالا فرصت هست برای پیکانی ها. باز هم سمانه سیاوشی میسازه برای مهدی رحیمی. عجب آبشارهایی هم میزنه در منطقه چار. حالا یک بار دیگه فرصت میسازه مرادیان گنجه و این آبشار از فاطمه سفری که امتیاز دیگری رو میگیری، یعنی 23 امتیاز رو فاطمه سفری میگیری. گرد کردم در مقابل تیم سابق خودش پیکان انگیزه های بالایی رو. سیاوشی به خارج زن، امتیاز 16 برای پیکان، 23-16 فاصله زیاد بود. یاره 44 الهی حلاج برای دریافت به میدون میاد. عرض کردم فرزانه مرادیان گنجه هم برای توپگیری دریافت این بار حلاج انجام داد. یک دفاع عالی از خانی محتشمی پور. 17 امتیاز هم برای پیکان برمقام میده. خانی محتشمی پور که سابقه بازی در تیم ملی والیبال بانوان بزرگسالان را داراست، در کنار سودابه باقرپور، پوران زاره و خیلی از بازیکن‌های بزرگی که در تیم ملی بانوان بازی کردن. حالا فرصت برای باز هم مهدیه رحیمی زاره. او آتوسا ملک نژاد در بازی قبلی که به اشتباه هم ملک زاده اسمشو به ما داده بودن، بازیکن خوبی نشون دادن. مهدیه رحیمی و آتوسا ملک نژاد با قد و قامت خوب فقط نیاز به یک مقدار تقویت تکنیک رو در دریافت دارن تا تبدیل به وزنه های خوبی برای تیم ملی بانوان ما بشن. ما اگر بخوایم سرمایه گذاری اصولی داشته باشیم، باید روی چنین بازیکنهایی با چنین میانگین قدی بتونیم کار بیشتری رو انجام بدیم تا بلکه بتونیم در آسیا خودمون رو از این وضعیت فعلی نجات دید. بازم فرصت سمانه سیاوشی، بازی کده بالا سر برای یار هفت‌زهرا شیری. 25 امتیاز میگیر و دست دوم رو هم فولاد مبارکه میبره. راحت در از دست قبلی که 25-20 بود، این بار 25-18 حریف خودش پیکان تهران رو شکست میده. استراحت کوتاهی میکنیم، به مزد شروع دست سوم بار دیگه با شما خواهیم بود. We'll be right back.
به دست سوم میریم، جایی که فولاد مبارکی سپاهان 2-0 از تیم پیکان پیش است. پیکانیا رو با لباسای یک کارت زرد تاخیر رو هم سرکار خانم زهرا شیری در همین ابتدای کار به پیکانیا میده که در حال صحبت بودن، نمیدونم راجع به ارنج بازی بود راجع به هشک، این تاخیر رو گرفتن. یک تذکر جدی از سوی داور اول بازی که به همراه فرناز قوی دل این بازی رو قضاوت میکنن. 2-0 هم پیکان عقب هست، تیمی که با لباسای آبی رنگ در سمت راست و تیم تیرپوش در واقع با رگاهایی از رنگ زرد پیروان رسمی سپاهان هست که در واقع در دو رنگ مشکی و زرد هست. فعلا در شروع دست سوم هستیم. یک سرویس خوب ستایش جبلی رو به دردسر میندازه سمانه سیاوشی که عرض کردم او و فاطمه سفری بازیکن‌های فصل پیش پیکان هستن که حالا در تیم فولاد مبارکی سپاهان با فریبا صادقی کار میکنن. یک گلی قنواتی با دست چپ، هانی متشمی پور برگشت توپ، حالا باز هم مهدی موفق است. عرض کردم مهدی رحیمی زاره در بازی‌های امروز لیگ برتر به همراه آتوسا ملک نجات دو بازیکن بودن که من فکر میکنم آینده خوبی خواهند داشت با شرط و شروطی که میتونن در بحث تکامل تکنیکی. یک بار دیگه فرصت برای یار حج اسما سعیدی هست در والیبال بانوان ما. سرمایه گذاری و چنین دخترای خوبی با این فیزیک بدنی میتونه در واقع ما رو در آسیا با یک برنامه خوب موفق کنه. هنر، جذب استعداد، پرورش اونها در فرایند برنامه قوی و بعد تبدیل کردن به مورهای ارزشمند. سرویس رو هانیه متشمی پور میزن، او هم ملی پوش هست. حالا باز هم مهدی رحیمی زاره، باز این بار در منطقه دو هنرنمایی میکنه به عنوان بازیکن قدرتی دریافت کننده، در حالی که فاطمه سفری رو هم زوبیا فولادیا دارن 3-1 به سود فولاد هست. چون اکثر بازیکنهای فولاد مبارکی سپاهان هم تا ساله گذشته همشون اکثرا تو زوبا هم بازی میکنن، مثل عنایت و دریس محمودی. حالا یک دفاع خوب زهرا شیری، چهارمین امتیاز رو هم میگیرن. یک مقدار گاه اگر اشتباهی رخ میده سعویست به خاطر سالا حضورشون و عادت کردن به چین اسمایی که در واقع با نام برخی تیما گره خوردن. معدیه رحیمی زاره چه سرویز خوبی رو هم میدن. حالا برای سپینود دست برگرد، امتیاز برای فولاد به 5. امتیازم فولاد میگیره تا نشون بده در تهران با توپ پر حاضر شد. حالا ببینیم وقتی استراد یه بعد پدیده بروریزاده بازیکن پیشین تیم ملی والیبال ایران، یکی از خوبهای والیبال ما او بود، حالا در کار مربیگری باید دید، با تیم ملی جوانان کار کرد، حالا با پیکان مرحله دیگری از کار مربیگریش داره طی میکنه و همه مربی والیبال بانوان ما برشک نیاز به دانش افزایی و نیاز به کسب تجربه بیشتر و نیاز به آشنایی هرچه بیشتر با والیبال مدرن امروز دارن. نوع نحوه تمرینات، نحوه آماده سازی، نحوه آماده سازی ذهنی بازیکن‌ها، حالا جدا از اینکه در والیبال کاملا تخصصی شده آنالیزور، مربی بدنساز، مربی های مختلف، یعنی به اندازه یک تیم داخل زمین یک تیم کامل بیرون زمین رو هم تیم ها دارن. سرویس زده میشه از رحیمی، مهدی رحیمی برگشت میده توپ به راحتی ایار هفت زهرا شیری و اینجا دیگه سپینود دست برچن اجازه نمیده که پیکان از این موقعیت به راحتی بگذره. نه یار بعد 22 بود سپینود دست برچن. 5-2 سرویس به خارج زمین، ششمین امتیاز رو هم پیکان از دست میده. چه سرویس خوبی زد، بازم سیاوشی
برای فاطمه سفری توپگیری عالی از متقیان، حالا برای اسما سعیدی در کنار آمدن در منطقه چهار امتیاز رو میگیره به حساب کارو 6-3 تغییر میده. چقدر خوب این عدگرد رو پیکانی ها انجام دادن، یک کار کلاسیک شست رفته بغل اومده. باز هم سمانه سیاوشی برای فاطمه عنایت، حالا پاس باسایید از منطقه 2-4 برای یار 1 ستایش جبلی بود که او هم کار خودشو همانند اسما سعیدی خوب انجام داد. در این دو امتیاز پیکان امتیازهای خوبی رو گرفت. 6-7 اسما سعیدی به خط سرویس میره. یک دریافت نشندان خوب از عنایت، فاطمه سفری اصلا به توپ نمیرسه، تا قنواتی برسه توپ رفت از دست، رفت و سبینون دست برجن هم که توپ گیری کرد توپ گیریش ناقص بود. 7-4 این بار خود فاطمه سفری به خط سرویس میره. فولاد مبارکی سپاهان میتونه یک پای از مدعیان قهرمانی باشه با این نمایشی که داشت، با این بازیکنایی که در اختیار داره. سرویس به لبه تور هم برخورد میکنه. زهرا قنواتی باز با سعید بنده جبلی برگشت میشه، بازم قنواتی، بازم جبلی، این بار در منطقه 6 توپگیری میشه. سمانه سیاوشی میسازه برای یار 17 عنایت، حالا فرصت برای پیکانیا بود، بازم برگشت، این بار پاس بریده و مونا دریس محمودی که امتیاز رو میگیره. عالی بود، یک رالی قشنگ تماشایی از لیگ برتر والیبال بانوان رو شاهد بودیم. 8 واقعا صحنه قشنگ. خب مجدد رکسانا جدی جانشین سپینود دست برجم میشه. نتیجه 8-4 به سود فولاد مبارکی سپاهان هم. بازم فرصت برای پیکانیا بود، از دست دادن، حالا برای دریس محمودی و جاخالی که ستایش جبلی با هوشمندی دوب رو پشت سر بازیکنهای عقب میدان فولاد با یک جای خالی تبدیل به امتیاز پنجم میکنه. 8-5 سرویس رو رکسانا جدی، نه یار 12 پیکان بود، سادات ریحانه، سادات فاضلی از دست میده. 9-5 به سود فولاد هست. فاطمه عنایت در خط سرویس هست، سرویسشو میزنه، به خوبی دریافت میشه، بازم قنواتی برای جبلی، یک بار دیگه فرصت برای مهدی رحیمی، این بار اشتباه میکنه دیگه، مهدی رحیمی زاره جاخالی حساب شده ای نبود، توپ رو هول داد به منطقه یک اما به خارج رفت. 9-6 قنواتی سرویس، توپگیری توسط حاله متقیان، حالا برای رکسانا جدی، نمیتونه توپشو این بازیکن چپ دست عبور بده، امتیاز دهم رو هم فولاد میگیره. اگر این دست رو هم فولاد مبارکه سپاهان ببره، در واقع هر دو بازی تهران سه بر صفر شد، به جز بازی یزد که تقابل 5-3 رو هوران یزد از زبو هم برد و هفته اول رو با شگفتی به اتمام برد نماینده یزد. حالا فرصت برای مهدیه رحیمی داره، امتیاز 11 رو هم برای فولادی ها میگیره. حالا کم کم نیمی از راه پیروزی رو شاگردان فریبا صادقی به خوبی طی میکنن. 11-6 مونا دریس محمودی در خط سرویس. دریافت میشه
بازم یک پاس بریده برای هانیه محتشمی پور به خوبی توپگیری میکنه. چه توپگیری عالی کرد خود قنواتی. حالا فرصت برای رکسانه جدی، بازم قنواتی، بازم رکسانه جدی، تو پشت دفاع فاطمه سفری میگیره. حالا برای یه حمله پایپ و موفق یار 17 فاطمه عنایت. 12 امتیاز رو هم برای فولاد میگیره. 12-6 پدیده بلوریزاده مدام کنار زمین صحبت میکنه، مربی آرام نیست. بازم مونا دریس محمودی دریافت صورت میگیره، فرصت برای ستایش جبلی، تو به او رو به خوبی جمع میکنه. حالا برای رحیمی زاره، بازم به زیبایی تو بر میگرده. سمانه سیاوشی این بار برای کار سرعتی بیاره، هفت ذره شدی نمیرسه. حالا آماده میکنم برای فاطمه سفری، برگشت تو آبشاری که مهدی رحیمی زاره میزنه. عرض کردم قامت بلند این اجازه رو داد که این توپ برگشتی رو به راحتی تبدیل به امتیاز 13 کنه. او هنوز برای تبدیل به یک بازیکن بزرگ شدن نیازمند کار بیشتر است. مونا دریس محمودی 13-6 بازم قنواتی پاس کوتاه به خارج زمین میزنه هانیه محتشمی پور. 14 امتیازم برای فولاد به دست میاد. بازم دیانا رشیدی به میدون میاد، جانشین قنواتی میشه. این دومین بار هست که پدیده بلوریزاده اقدام به تعویض میکنه. مونا دریس محمودی بازم ضربه جبلی رو دفاع میکنه، برمیگردونن. یک بار دیگه فرصت هست، بازم ستایش جبلی جا خالی میندازه. حالا یار 13 پاس رو ارسال میکنه که ریحانه داورپناز او رو به میدون آورده. خانم صادقی دو پاس رو خوب رو داره، یعنی ریحانه داورپناه و سمانه سیاوشی که هر کدوم میتونستن هدایت یکی از تیم‌ها رو در پست پاسوری براده بگیرن. فکر کنید یا ریحانه داورپناه یا سیاوشی در تیم پیکان بودن، شرایط کاملا تغییر میکرد. بازم فرصت هست، یک بار دیگه دیانا رشیدی، آبشاری که زده میشه از رکسانا جدی برگشت میشه. حالا مونا سفری رو هم، ببخشید فاطمه سفری رو هم دفاع میکنه. نتیجه 15-7 هست. حالا ببینیم عملکرد ریحانه داورپناه در مایا در مقایسه با سمانه سیاوشی چگونه بازی خواهد کرد. هر دو پاسور در یک تیم. ستایش جبلی در خط سرویس پیکان هست. دریافت میشه. داورپناه برای رحیمی موفق هست، مهدی رحیم خوب بازی کرد. یاره 16 فولاد مبارکه ریحانه داورپناه به خط سرویس میره و یک سرویس مستقیم رو میزنه، امتیاز 16 رو میزنه. ریحانه داورپناه که پاسور دوم تیم فولاد مبارکه سپاهان در بازی امروز میزنه. او به همراهی سمانه سیاوشی عرض کردم هر دو جزء پاسورهای خوب هم داشتن. دو پاسور غنیمتی است. حالا یک پاسور خوب در لیگ برتر بانوان خودش یک موفقیت و موفقیت به سمیه داشتن دوتاش که دیگه خیال آدم راحت میکنه. این بار اسما سعیدی از دو دفاعی زهرا شیری و فاطمه سفری تو بیشه عبور میده. نتیجه 17-8 است. سرویس رو هانیه محتشمی پور میزنه برای پیکان، بلافاصله بازم مهدیه رحیمی است.
مهدی رحیمی زاره 18 امتیاز رو میگیره، بازیکن جوانه. خب تامینه درگزنی به میدون، بازیکن با تجربه پیکانیا در این لحظه 18-8 هست، 10 امتیاز اختلاف دو تیم داره. مهدی رحیمی سرویسشو میده، حالا برای اسما سعیدی تو بشه دفاع برمیگرده، این بار برای رکسانا جدی بازم دفاع میشه، این بار دیانا رشیدی برای رکسانا برمیگرده. سفری یک جای خالی در منطقه یک جمع میشه، بازم برگشت توپ، حالا فرصت هست. ریحانه برای سفری، ریحانه داورپناه ساخت بلاوازه در برگشت، از ما سعیدی موفق بود همانند بار قبل، این بار از دفاع دو نفره فاطمه سفری و زهرا شیری مغلوب. 18 سرویس زده میشه از سوی پیکانیا، یه گابشار خوب از فاطمه عنایت، 19 امتیاز رو میگیره تا 10 امتیاز به هر شکلی هست حفظ بشه. زهرا شیری به خط سرویس، سرویس خوبی رو زد در بادی امان. بازم تامینه درگزنی در صد دفاعی حریف متوقف شد، 20 امتیاز رو از دست دادن. نوبت به زهرا شیری میرسه. وقت استراحت رو پدیده بروجزاده میگیره، در امتیاز 29 تیمش دیگه در واقع شانسی برای برگشتن به بازی با این فاصله 11 امتیازی نخواهد داشت. دیگه کم کم به پایان این بازی نزدیک و نزدیکتر میشیم، دیداری که همانند بازی قبلی در 3 ست به پایان خواهد رسید. عرض کردم از 3 بازی هفته اول 2 بازی 3-0 خواهد شد، یه بازی هم که در یزد بود در 5 ست به درازا کشید، اما حالا که میگم با توجه به 11 امتیاز اختلاف ایجاد شده میگم. خب تغییراتی در تیم زبوهن در پیش هست، پریسا رحمتی به میدون میاد، شیری سرویسش میزنه، بازم قنواتی برای اسما سعیدی دفاع میشه، رکسانا جدی بر میگردونه، حالا برای فاطمه سفری بازم توپگیری و سخت‌کوشی از پیکانیا، برگشت توپ از تامینه درگزنی، حالا برای فاطمه سفری از دود از 2 دفاع میزنه که درگزنی و اسما سعیدی باشه. ببخشید بار قبلی رکسانا جدی بود. 21 زهرا شیری یک دریافت نه چندان خوب، حاله متقیان با ساید برای اسما سعیدی، داورپناه برای پریسا رحمتی، برگشت توپ بازم داورپناه برای پریسا رحمتی، آبشار او باز هم با مقاومت پیکانیا روبرو میشه، برگشت توپ، نمیخوام پیکانیا توپ رو زمین اونا بخوابه، حالا فرصت برای فاطمه سفری، بازم به شکل عجیبی توپ برگشت، حالا برای مونا دریس محمودی با یک جای خالی سرعتی زن و اصولا جا خالی زن خوبی هست، 22 امتیاز به خوبی دید زمین بود، 22 هنوز دور رقمی نشدن پیکانی ها در این در. زهرا شیری یک دریافت نشندان خون از صدایش جبلی، دیگه در 2 مرحله خودش کارو تمام میکنه تا 23 امتیاز پیکان هم از دست بره و 23 امتیاز به فولاد مبارکی سپاهان برسه. 23-9
حالا دو امتیاز دیگه فولاد برنده خواهد کرد. جبلی از بازی خارج میشه. هدیه طالعی به میدون میاد، بازیکن جوان دیگری به جای اون. 23-9 هست. سرویس رو زهرا شیری خواهد زد. بازم یک سرویس پریش موجی همه چیز رو به هم میرزه. هم هدیه طالعی رو هم اسما سعیدی رو به دردسر میندازه. 24مین امتیاز. سرویس های کشنده ای رو زد زهرا شیری در بازی امروز در مجموع. خب زهرا شیری میگیشه بیرون، یاره نو رو به میدون میاره. هستی نصر اصفهانی به میدون میاره. نصر اصفهانی ببینیم چگونه سرویس کرد. 24-9 هست. آیا بالاخره پیکان امتیاز دهم رو میگیره یا خیر؟ بازم بله، بالاخره اسما سعیدی است که تنس شکنی میکنه، امتیاز دهم رو میگیره و دو رقمی میکنه امتیازات پیکان رو. 24-10 اسما سعیدی. اسما سعیدی و باز هم ستایش جبلی بر میگرده. هدیه طالعی از بازی خارج میشه در جلوی تو. سرویس رو پیکانی ها میزنن. یک سرویس مستقیم مهدی رحیمی زارین دریافت دست داد. در طول بازی هم عرض کردم همه خوبی ها و همه نکات فنی خوب رو داره با خودش، اما در دریافتش یه ذره دچار مشکل. سرویس رو بار دیگه پیکانی ها میزنن. 24-11 داورپناه برای دریس محمودی. آبشار او رو جمع میکنن. حالا یک بار دیگه فرصت هست. خود داورپناه توپگیری میکنه برای مونا سفری و امتیاز 12 رو هم پیکانی ها میگه. حالا پیکان در امتیازات پایانی قصد باختن نداره. 24-12 به سود فولاد مبارکی سپاهان است که دو دست رو 25-20 و 25-18 برد. این بار برای پریسا رحمتی برگشت میدن. بازم پیکانیا داورپنا برای فاطمه سفری و تمام میکنه کارو. فاطمه سفری 25مین امتیاز رو میگیره. 25-12 پیکان دست سوم رو واگذار میکنه. در مجموع بازی 3-3 به سود تیم اصفهانی یعنی فولاد مبارکه میشه که با نتیجه 25-20 25-18 25-13 پیکان رو در هفته اول در تهران شکست داد. به این ترتیب پرونده هفته اول با پیروزی فولاد مبارکه سپاهان مقابل پیکان بسته میشه. زمینی که تیمای هوران یزد 3-2 تیم زبان اصفهان رو برد. مرسان تهران هم 3-0 مثل رفسنجان رو شکست داد. سایپا هم در این هفته با قره سرعت رو بود. امیدواریم گزارش های امروز ما مورد توجه شما بینندگان خوب سایت فدراسیون والیبال و شبکه آنتن قرار گرفته باشه. همه شما رو تا گزارش دیگر به خداوند بزرگ میسپارم. عصر آدینتون بخیر و شادی.